سرپرست وزارت دفاع شدت جنگ قابل درک است آماده دفاع هستیم درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر قلعه نو بادغیس پیام امرالله ساله در پیوند به درگیری های شدید در ولایت بادغیس و تعهد حکومت افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی ها از نزد طالبان برام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به گزیگر از های این چینل خوش آمدید درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر قلعه نو بادغیس خبرگزاری تولانیوز مقام های محلی امروز چهارشنبه 16 سرطان تایید میکنند که درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در شهر قلعه نو مرکز بادغیز جریان دارد. حسام الدین شمس والی بادغیز با تلو نیوز می گوید که جلو پیشرفت طالبان در شهر قلعه نو گرفته شده است و نیروهای امنیتی از چند بخش شهر طالبان را قبض زدند او افزود که نیروهای امنیتی عملیات گسترده را بر ضد طالبان در شهر قلینو آغاز کردند و در حال پیشروی هستند. و می افزد برای شما اطمینان می دهم که تمامی نیروهای امنیتی مان به شمول نیروهای ویژه از شهر قلعه نو دفاع می دشمن همکنون در شمار از بخش شهر با ما درگیر هستند هم برایشان تلفات وارد شده و هم با شکست مواجه شدن امرولا سالی معاون نخست ریاست جمهوری نیز در پیام در صفحه فیسبوکش نگاشته است که او درباره وضعیت بادغیس با مقامهای محلی این ولایت در تماس است و آنان در برابر طالبان را اطمینان داده است پیش از این عبدالعزیز متین بیک رئیس شورای ولایت بادغیز گفته بود که طالبان بخشای شهر قلعه نو را تصرف کردند او افزود که نیروهای امتی در فرماندهی پلیس ساختمان ولایت واللوبای و لوبای در شهر قلعه نو با طالبان درگیر هستند در همین حال تصاویری که از سوی برخی منابع در بادغیز پخش شده است نشان میدهند که طالبان زندان شهر قلعه را تصرف کردند و زندانیان طالبان را رها می سازند. در این تصاویرها حضور گسترده طالبان در شهر قلعه نو نیز دیده می شود اما مقام های محلی در این باره چیزی نگفتند طالبان در حال وارد شهر قلعه شدند که به گفته منابع سه ولسوالی این ولایت در دو روز پسین به تصرف طالبان در آمدند سرپرست وزارت دفاع شدت جنگ قابل درک است آماده دفاع هستیم همزمان با پیشوی های طالبان به سمت مراکز برخ شهرها بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید شدت جنگ قابل درک است و افغانستان در یک مرحله اساس و سرنوشت نظامی قرار دارد آقای محمدی امروز چهارشنبه شانزی سرطان در پیام می گفته است شدت جنگ قابل درک است این بار نخست نیست که ما مردم افغانستان از یک مرحله دشوار نظامی میگذریم حالا هم در یک مرحله اساس و نظامی قرار داریم او در ادامه اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی با تمام قدرت و امکانات دست داشتهشان تحت هر شرایط از افغانستان دفاع میکنند. این در حال است که در تازه ترین تحول طالبان تمام ولسوالی های بادغیز را اشغال کرده و وارد شهر قلعه نو مرکز این ولایت شدند منابع محلی در بادغیز به با خبرگزاری افق میگویند که جنگجویان گروه طالبان اکنون در حومه شهر قلعه نو جمع شده و از نیروهای امنیتی خواستند که به این گروه تسلیم شوند عبدالعزیز متین بیک از شورای ولایتی بادغیز به با خبرگزاری فاک گفت که شهر قلعه نو در خطر سقوط قرار دارد اما تا هنوز از سوی دولت مرکزی و ولایت همجوار کمکی صورت کمک صورت نگرفته است او همچنین گفت که طالبان زندان بادغیز را اشغال کردند و در در اطراف فرماندهی پلیس و ریاست امنیتی ملی این ولایت در جریان است تعهد حکومت افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی ها از نزد طالبان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری غنی اطمینان داده است که نیروهای دولتی مراکز دهها ولسوالی را از طالبان پس گرفتند حمدالله محب تاکید دارد که طالبان با افزایش خشونتها نشان دادند که به باور ندارند و مردم برای استادگی در کنار نیروهای دولتی در برابر حمله های طالبان آمادگی دارند حمدالله محب می که کشورهای منطقه از افزایش خشونتها در افغانستان نگران هستند حمدالله محب می تعمیرهای های ولسوالی تعمیر ولسوالی یا کماندونی است او را انشالله پس می گیریم و مردم در این اوضاع زیاد بسیار حامی هستند و طبعا شما دیدین که یک تعداد ولسوالی ها در ولایت های مردم خودشان برآمدن و سلا گرفتن اما همزمان با این از افتادن مرکز های شش ولسوالی دیگر به دست طالبان خبر می رسد در همین حال منابع امنیتی در, کن... در, کندهار می گوین که در حمله موتر بم بر مرکز نیروهای پلیس در حوزه هفتم این ولایت یک نظامی جان واق و 24 تن دیگر زخم برداشتند. گل گوای رویداد گفت من از طالب به حکومت سال می خواهم در افغانستان باید امنیت بیاید. احسان الله گوای رویداد دیگر گفت همراه کودکان اینجا نشسته بودیم که انفجار شد. از سوی دیگر منابع با تولونیوس تایید می کنند که مراکز بلسوالی های غوریان و چشت هرات مقر و آبکمری بادقیس و شخنان بدخشان به دست طالبان افتادند. نشست صلح با حضور طالبان و عید دولت افغانستان در تهران آغاز شد. نشست در مورد صلح افغانستان با اشتراک عید از طالبان و برخی چیره های سیاسی در تهران پایتخت ایران با سخنرانی جواد زریف وزیر امور خارجه این کشور آغاز شد. وزارت خارجه ایران در اعلامیه گفته است که در این نشست نمایندگان دولت افغانستان شخصیت‌های عالی جمهوریت و عیت عالی سیاسی طالبان حضور دارند گفته می شود که یک ایت دولت افغانستان با اشتراک یونس قانونی، سلام ریمی، کریم خرم، ارشاد احمدی، ظاهر وحدت و محمد الله به تهران سفر کرده است. مقام های دولتی تا اکنون در این زمینه چیز نگفتند. عیت از طالبان هم به رهبری شیر محمد بازدستان اگزای به دعوت رسمی ایران به تهران سفر کرده است. نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان چهارشنبه 16 سرطان در تیویت این خبر را منتشر کرده است. او نگاشته است که آیت طالبان به دعوت ایران به این کشور رفته تا در مورد مسائل زید دخل و دوجانبه با مقامات ایرانی گفتگو کنند خروج کامل طالبان چه میخواهند؟ علی موسوی تحلیل از سایت خبری افاق طالبان اصولاً به مشارکت سیاسی باور ندارند و تنها هدفشان برافتار شمی رژیم متمرکز صد درصد اسلامی با خواهش قرائت و رویداد آیدیولوژیک منحصر به آن گروه است هدف دیگر طالبان از اصرار و پافشاری بر خروج بی و شد و کامل همه نیروهای خارجی این است که قوای خارجی دیگر در مسیر پروژه نظامی آن گروه برای دستیابی به قدرت مانی ایجاد نکند طالبان میگویند هر کدام از نظامیان خارجی که تا محالت مورد توافق برای خروج سربازان غربی از افغانستان از کشور خارج نشوند به عنوان نیروی اشغالگر در نظر گرفته خواهد شد سوال شاهین عضو عهد مذاکره کننده طالبان به بی 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 سی گفت طالبان در پی تصرف نظامی کابل نیست ولی هیچ سرباز خارجی از جمله پیکاران نظامی نباید در این شهر باقی بمانند او گفت اگر نظامیان آنها برخلاف توافق و افغانستان باقی بمانند آن وقت رهبران ما درباره اقدام تصمیم گیری خواهند کرد در پای خروج نظامیان امریکایی از پایگاه هوایی بگران و پایان ماموریت ناتو در افغانستان گزارش های درباره حضور حدود 1000 نظامی این سازمان که عمدتا امریکایی ها خواهند بود منتشر شده است